در این گزارش مروری خواهم کرد بر مواردی که در 24 ساعت گذشته خبرش منتشر شده، از جمله برخوردها با دانشجویان، با مواردی که بوده اشاره کنم به شقایق اکبری، دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی و دبیر انجمن علمی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، که با حکم کمیته انضباطی به 12 ماه محرومیت از تحصیل محکوم شده. این حکم برای خانم اکبری در حالی صادر شده که این دانشجو از آذر ماه سال گذشته بدون تشکیل جلسه انضباطی از تحصیل محروم بوده. شورای صنفی دانشجویان کشور نوشته که جلسه تفهیم اتهام این دانشجو در روند غیرقانونی و صرفا از طریق پیامک به ایشون اطلاع داده شده. مورد دیگر سحر صالحیان بوده، دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سنندج، که روز 1 مهر در پی حمله نیروهای حکومتی به منزل خانوادگیش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. گفته شده این بازداشت بدون ارائه حکم قضایی انجام شده. همچنین از دلایل بازداشت و نهاد بازداشت کننده خانم صالحیان اطلاعی در دست نیست. باید اشاره کنم در یک هفته اخیر چندین دانشجوی دیگر نیز بازداشت یا با احکام تعلیق از تحصیل مواجه شده بودند، از جمله علی رضوی دانشجوی کارشناسی برق دانشگاه خواجه نصیر، آرمیتا پاویر دانشجوی دانشگاه شهید مدنی تبریز، فرهاد حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد زنجان و زهرا رحیمی دانشجوی شیمی دانشگاه یزد و همچنین علی غلامی. برخوردهای فراقانونی و امنیتی با اساتید نیز کماکان ادامه داره. موضوعی که از بیش از یک ماه پیش آغاز شد و شدت گرفت در واقع به نوعی در هفته اخیر، شورای صنفی دانشجویان کشور روز یکشنبه 2 مهر اعلام کرد که حسن باقرینی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، ابلاغیه از طرف رئیس دانشگاه دریافت کرده که بر اساس اون ایشون باید زودتر از موعد مقرر بازنشسته بشن. بر اساس اعلام این شورا، در همین ارتباط حراست دانشگاه تهدید کرده ایشون رو که اگر این بازنشستگی رو نپذیرن اخراج خواهد شد. این استاد پیشتر هم با تصمیم شخصی ریاست این دانشگاه از تدریس در دانشگاه حکیم سبزواری محروم شده بود. حسن باقرینیا 9 شهریور با انتشار ویدئویی اعلام کرده بود که بدون هیچ توضیح از تدریس در دانشگاه تعلیق و حقوقشون قطع شده و گفت که حکومت میخواد هزینه زیست شرافتمندانه رو بالا ببره، اما در این راه موفق نخواهد شد. کانال شورای صنفی دانشجویان کشور همچنین از تعلیق یک استاد دیگر، دکتر مصطفی آذرخشی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات ادیان و استادیار دانشگاه پزشکی دانشگاه بهشتی عضو میخوام، همچنین حذف کلاس‌های ترم جدید ایشون خبر داد. اومده که تعلیق این استاد در پی امضای بیانیه حدود 100 تن از اساتید دانشگاه بهشتی بود که با مضمون درخواست آزادی دانشجویان بازداشتی در جریان اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی صورت گرفته بود. خبرنامه امیرکبیر از دیگر کانال‌های تلگرامی که بازداب دهنده اخبار دانشجویان، در گزارش میگه همزمان با بازگشایی دانشگاه بر اساس مشاهدات و گزارش‌های دریافتی، نیروهای امنیتی لباس شخصی روز دوشنبه 3 مهر در مقابل درب اصلی دو دانشگاه، یعنی دانشگاه صنعتی شریف درب آزادی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر درب حافظ، مشاهده شدن و رویت شدن. گفته میشه که این افراد به طور پیوسته وضعیت داخل دانشگاه و محیط دانشگاه رو بررسی و رصد میکنن و همچنین گزارش میدن. در دیگر دانشگاه، کانال تلگرامی صدای دانشجویان الزهرا در گزارشی میگه روز پنجشنبه 30 شهریور 1402، چند روز قبل از شروع ترم جدید تحصیلی، برخی از دانشجویان دانشگاه الزهرا هنگام انتخاب اتاق‌های خوابگاه با ممنوعیت ثبت نام مواجه شدن. جزئیاتی داره که حالا در بخش بعد میتونم بیشتر به اون بپردازم، اما این محرومیت‌های فراقانونی که برخی اون رو انتقام گیری جمهوری اسلامی از حرکات جنبش دانشجویی در جریان جنبش زن زندگی آزادی میدونن. در یک یادآوری کوتاه اشاره داشته باشم به دانشجویان دانشگاه الزهرا که همواره در جریان جنبش زن زندگی آزادی، چه روزها و در فضای دانشگاه و چه شبها در محیط خوابگاه، پشتیبان و همراه اعتراضات سراسری مردم بودن. با تکرار تصاویر 16 مهر 1401 و استقبال دانشجویان این دانشگاه از ابراهیم رئیسی، این گزارش رو به پایان می‌برم.